اینجا دولت بریتانیا امروز از تغییر در سیاست های دفاعی خارجیش خبر داده تغییری که بعد از یک سال بررسی قرار صورت بگیره روسیه خطر بلفل، چین رقیب سرسخت و خطر حملات تروریستی در بریتانیا کاملا جدی ارزیابی شدن به علاوه قراره که سی سال بعد از پایان جنگ سرد بریتانیا تعداد موشک های قاره پیماش رو به دویست و عدد افزایش بده موشک‌هایی که میتونن کلاهک های هم حمل کنند. همکارم تاجدین سروش این گزارش رو مفصل بررسی کرده اینجا در استودیو با ما چه چیزهای بیشتری میدونیم در مورد این گزارش خب فرداد این راهبردی یک صدصفه صفحه‌ای که دولت بریتانیا منتشر کرده روی بخش های مختلف وقتی میبینیم تغییرات زیادی در سیاست خارجی بریتانیا رو نما میشه و خصوص راهبرد روی پنج میور اساسی می‌چرخه میور اساسیش ای است که بریتانیا بیشتر تمرکزش بر مناطق اقیانوسیا و هند میکنه و میگه که این کشورها اهمیت ویژه پیدا میکنه هند استرالیا ژاپن و کره جنوبی در سیاست خارجی بریتانیا و این منطقه را نامش گذاشته مثلا ماشین رشد جهان که 40 درصد اقتصاد جهان وابسته به این منطقه است در این منطقه هدفش است که چین که در این منطقه حضور داره یک نوع موانع ایجاد کنه سر رشد اقتصادی چین و با این کشورها همکاری میکنه بحث دوم من بحث بحث نوسازی سلاحهای پیشرفته در بریتانیا خوشی مصنوعی و امنیت سایبری در بریتانیا است که بریتانیا رو میخواد روی از این سرمایه گذاری بیشتر بکنه و از آمریکا به عنوان شریک نزدیک یاد شده برعکس که از اروپا از آلمان و فرانسه هم البته به عنوان دو شریک استراتژیک یاد شده ولی بیشتر تمرکز روی آمریکا بوده و این سیاست جدیدی که در اون منطقه است بحث سیوم هم در بریتانیا بحث یک سلاح های هسته است که خودت گفته مثلا از 180 که الان است این سلاح های هسته با کلاهک های هسته ای به 260 میرسه تا سال 2025 و در ضمن بریتانیا سرمایه گذاری هنگفت روی هوش مصنوعی میکنه